به خانه‌ای رفتیم که بانوی این خانه بیش از نیم قرن مشغول هنری ارزشمند بوده. از 15 ساله ما شروع کردم به بفتنی و چرخ‌رسی و مثلا خیاطی هم در این قبال اینجا. برای خود چادر درست میکردم، شال گردن درست میکردم، حتی به فروش هم رسوندم. حکایت هنر برک بافی است، هنری که بعد از چندین سال در مود احیا شده. اول قسم بشینه اینجوری موان اینجا جدا کنم، او وقت اینجوری ورشانه میزنم. کیفیت پارچه برک در این منطقه در سطح کشور بی نظیره. 70 نفر در زمینه پارچه بافی فعال کار میکنن و توی این 70 نفر 15 نفر هستن که خوشبختانه تونستن در کنار کار پارچه بافی هنر برک بافی رو هم داشته باشن. مواد اولیه برای هنر برک بافی در این منطقه موجوده. کورگ درجه یکیه، بعد در سراسر ایران هم پخش میشه کورگ. حالا میشود در خانه های برخی بانوان جوان هم صدای نقش بستن تار و پود هنر برک بافی رو شنید. من 2 سال پیش آموزش برک بافی هم رفتم یاد گرفتم. حالا پارچه هایی میبافیم که هم لباس ازش استفاده میشه هم چیزهای دیگه. از آذربایجان بوده آقا، سفارش داده براش ببافیم، 10 تا دونه از این سفارش کرده. پارچه برک هست، از شهر مود میارم و منم اینجا کت شلوار اینا میدوزم. برک به جهت این که الان در استان ما خط تولیدش خیلی محدود هست، در این حال خیلی هم کاربردی و خیلی با اصالت هست. ما الان متقاضی فروش از کشورهای خارجه رو داریم برای برک. با توجه به اینکه خراسان جنوبی از لحاظ کیفیت و تعداد پرورش بز کرکی رتبه اول کشور رو داره، میطلبه تا با توانمندی نیروی انسانی هنر برک بافی هم رونق بیشتری بگیره تا علاوه بر نیاز بازار داخلی به بازارهای خارجی هم ارسال بشه. فاطمه سربازی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرمود.